بیننده پوشش ویژه ایران اینترنشنال از خیزش جهانی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی هستید. با من محمد غلام ابوالفضل. ابتدا نگاهی کنیم به سرخط خبر. واکنش گسترده معترضین به توییت مالی: خواسته ما پایان جمهوری اسلامی است نه اصلاح آن. رابرت مالی به ایران اینترنشنال گفته نمیخواهد به جای معترضین صحبت کند. تداوم اعتراضات در دانشگاه‌ها: دانشجویان علیه علی خامنه‌ای و دیکتاتوری حاکم شعار دادند. نخستین روز اعتصاب در مدارس: معلمان در اعتراض به کشتن دانش آموزان تحصن کردند. و همزمان ادامه اعتراضات دانش آموزان: دختران معترض در مدارس و خیابان‌ها علیه حکومت شعار می‌دهند. سلام بر شما. انتشار توییتی از رابرت مالی، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران، که گفته معترضان ایرانی می‌خواهند دولتشون رو به کرامت و حقوق بشر دولتشان به کرامت و حقوق بشر احترام بگذاره، با موجی از واکنش‌های عمدتاً انتقادی روبرو شده. مسیح علی نژاد، فعال سیاسی، در رشته توییتی با بیان اینکه زمان کنار رفتن مالی فرا رسیده نوشته او با ارائه تصویری نادرست از خیزش ایرانیان به جایگاه دولت آمریکا در میان مردم ایران آسیب میزنه. به نوشته علی نژاد، او پیشتر به جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا هم گفته رژیمی که مهسا امینی و ده‌ها نوجوان را کشته قابل اصلاح نیست. نازنین بنیادی، بازیگر ایرانی بریتانیایی و فعال حقوق بشر، هم در واکنش به رابرت مالی در توییتی نوشته که معترضان در ایران نه فقط برای رعایت حقوق بشر از سوی حکومت که علیه خامنه‌ای و دیکتاتوری شعار میدن. به نوشته نازنین بنیادی، مردم ایران در پی اصلاحات نیستند، آنها خواهان پایان حکومت مذهبی اند و به همین سادگی. مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و فعال حقوق مدنی، در گفتگو با ایران اینترنشنال تاکید کرده که ایرانیان خارج از کشور باید برای تغییر در سیاست آمریکا در قبال معترضان به دولت بایدن فشار بیارن. من فکر می‌کنم رفتار راب مالی در بزنگاهی که تینیجرها، دختر و پسر نوجوان کشته میشن، تقلیل دادن یک انقلاب به یک اعتراض ساده و گدایی کردن حق از جمهوری اسلامی، توهین به یک ملته، توهین به شعور نوجوانهایی هست که به نظر میرسه بهتر و خوشفکرتر و شجاعانه تر از راب مالی فکر میکنن. کف خیابون دختری که میره جلوی گلوله وای میسته مثل نیکا شاکرمی و حجابش آتیش میزنه، کسی مثل سارینا که کشته میشه، کسی مثل غزاله که جلوی دوربین نهادهای امنیتی داد میزنه نترسید، چجوری ممکنه که یک نفر در آمریکا، فرسنگ‌ها دور از ایران، این اعتراضات رو بشنوه و بگه اونا رفتن خودشونو کشتن فقط می‌خواستن احترام گدایی بکنن؟ من فکر می‌کنم فراتر از حرفی که راب مالی می‌زنه، باید شناسایی بکنیم چه کسانی این اعتماد به نفس کاذب رو با آقای راب مالی میدن. دقیقاً گفتمان راب مالی شبیه گفتمان چه کسانی هست؟ در تمام این سال‌ها چه کسانی بودن که به آقای اوباما، به راب مالی مشاوره میدادن و میگفتن که این اعتراضاتی که کف خیابون هست برای اینه که میخوایم اصلاحات صورت بگیره، شما دخالت نکنین، اگر شما دخالت بکنید مردم ایران بیشتر مورد فشار قرار میگن. ما یک وظیفه تاریخی داریم، الان صدای انقلاب ایران بلنده، وظیفه ماست که به آقای راب مالی رو صادقانه میگم بنشونیمش سر جاش. اینکه بیایم بگیم نه ببخشید آقا منظور ما این نبوده، اون دوره گذشته. همونجوری که مردم زبان رادیکال، زبان تند دارن، باید با زبان تند و رادیکال از او بخوایم که این کار رو ترک بکنه، دولت بایدن رو تحت فشار قرار بدیم. نه تنها فقط از طریق توییت، بلکه جلوی کاخ سفید باید تجمع بزرگی مشخصا برای تقلیل دادن انقلاب ایران به یک شعار اصلاحی و گدایی کردن احترام اعتراض بکنیم، خواستار اخراج این فرد از کاخ سفید بشیم. در همین رابطه ایران اینترنشنال از رابرت مالی، نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران، خواسته تا درباره توییتش که در اون خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی رو پیامی برای رعایت حقوق بشر در ایران دونسته بود توضیح بده. در همین رابطه همکارم آرش علایی گزارشی تهیه کرده که با هم می‌بینیم.
توییت رابرت مالی در واکنش به تظاهرات روز شنبه ایرانی‌های آمریکا در چندین شهر خبرساز شد. آقای مالی در توییت خودش گفته بود که مردم اومدن به خیابان‌ها تا از جمهوری اسلامی بخوان تا به حقوق بشر و کرامت انسانی اونها احترام بگذارد. بسیاری از کاربران زیر توییت ایشون اومده بودن نوشته بودن که به نظر میاد که آقای رابرت مالی خواسته اصلی مردم ایران رو نشیده، خواسته اصلی مردم ایران سرنگونی رژیم هست و متهم کرده بودن که رابرت مالی تنزل داده خواست تظاهر کنندگان رو و گفته است چیزهایی رو گفته که در واقع مردم در کف خیابان اصلا به دنبالش نیستن. همین دستمایه سوالی شد من به صورت ایمیل به وزارت خارجه آمریکا بزنم روز یک شنبه. در عصر روز یک شنبه به وقت محلی وزارت خارجه به ما پاسخ داد. سوال اول من از وزارت خارجه این بود که واکنش وزارت خارجه به درخواستایی که برای استعفای رابرت مالی مطرح میشه روی توییتر و خارج از توییتر چیست، پاسخی ندادن به اون بخش. در بخش دوم اون راجع به سیاست پوشش خبری وزارت خارجه پرسیده بودم و اگر در ایالات متحده ایرانی آمریکایی ها میان به خیابون و خواهان سرنگونی رژیم هستن، سیاست پوشش خبری وزارت خارجه در این مورد چیست؟ آیا تنزل میدهد خواست مردم رو وقتی راجع به تغییر رژیم صحبت میکنن یا خیر؟ وزارت خارجه در پاسخ به ایمیل من به نظر میاد که خود آقای مالی به این ایمیل پاسخ داده است، چون از ضمیر اول شخص استفاده کرده و گفته است من و دولت آمریکا نمیتونیم به جای تظاهر کنندگان ایرانی و معترضین ایرانی صحبت کنیم و این کار رو اونها باید خودشون انجام بدهند. خب همین تناقض داره با اون توییت اصلی که آقای رابرت مالی زده بود، چون اونجا به نظر می اومد ایشون به از زبان مردم ایران صحبت میکنن، در صورتی که در پاسخ به ایمیل ما گفتن همچین چیزی نیست. و در بخش دیگری در پاسخشون برشمرده بودن کارهایی که دولت بایدن نه شخص رابرت مالی انجام داده برای اینکه بخواد با معترضین ایرانی همراهی کنه. به نظر میاد که پاسخی که آقای مالی به ایمیل ایران اینترنشنال داده بیش از این که بخواد پاسخ بده پرسش ما، پرسش های دیگری رو هم به وجود آورده. آرش علایی، واشنگتن دی سی. همراه هستیم با فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن. خانم پزشک، به نظر شما چنین توییتی از طرف آقای مالی آیا معنای فرامتنی داره یا صرفا حاصل عدم شناخت ایشون از اهداف مردم در این خیزش سراسریه؟ واقعیتش بخواهی خیلی اهمیتی نداره، چون نظر آقای مالی به عنوان یک فرد اهمیتی نداره. آقای مالی موظفه که چارچوب سیاست کلی و راهبردی ایالات متحده در مقابل ایران رو دنبال بکنه، چارچوبی که از طرف رئیس جمهور تعیین میشه و وزارت امور خارجه اون رو دنبال میکنه. این که به طور شخصی چه چیزی فکر میکنه در اصلا اینجا معنایی پیدا نمیکنه و اگر اون نظر شخصی داره کارش رو تحت تاثیر قرار میده و مشکلاتی ایجاد میکنه، اونجاست که باید پاسخگو باشه و در واقع رؤسای اون، یعنی آقای بلینکن و آقای بایدن و شورای امنیت ملی آمریکا آقای جک سالیوان، در اصلش مسئول باید نگه دارن آقای راب مالی رو. و اگر نمیتونه که در اون چارچوب کار بکنه، اون وقتی که ممکنه تعویضش بکنن و از این قبیل. من فکر میکنم که این رو خیلی باید روش تاکید بکنیم که نظر فردی افراد در دولت قرار نیست که سهم داشته باشه و اگر سهم داشته باشه قاعدتا براشون تبعاتی به همراه خواهد داشت. خانم پزشک، وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به ایمیل ایران اینترنشنال درباره توییت آقای مالی گفته که دولت آمریکا نمیتونه از طرف مردم ایران صحبت بکنه. فکر میکنید که با حجم اعتراضاتی که به این توییت شده باعث سوء برداشت شده؟ ببینید، اصولا در مورد سیاست خارجی خصوصا در آمریکا و حتی خیلی از کشورهای غربی، اعتراضات اگر که با سیاست‌های راهبردی دولت همخوانی نداشته باشه خیلی وقتا اصلا دیده نمیشه و خیلی جاها در مقابل فجایع بزرگی چشم‌ها بسته میمونه. این که الان وزارت امور خارجه در روز یک شنبه آقای مالی رو ناچار میکنن که جواب ایمیل بده و این گونه ریاکشن های نشون میدن، نشون میده که به هر حال در مقطع فعلی لااقل وزارت خارجه و دولت آقای بایدن حساس هستن نسبت به اعتراضات و پیامی که از طرف آمریکا داره مخابره میشه. اما در نهایت میگم مسئله سیاست خارجی معمولا فراتر و در چارچوب امنیت ملی کشورها و سیاست راهبردی امنیت ملی تعریف میشه،
فارغ از اینکه چه اعتراضاتی ممکنه به همراه داشته باشه یا نداشته باشه، اما واکنش امروز بازم تاکید میکنم احتمال این رو بیشتر میشه داد که چون جواب آقای بایدن، توییت آقای ملی با اون سیاست همخوانی نداشته، موجب شده که واکنشی نشون بدن الان در این سطح. فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل از واشنگتن، سپاس از همراهی شما. و اما روز یک شنبه اول آبان در پنجمین هفته اعتصاب سراسری دانشجویان، بسیاری از دانشگاه‌ها در سراسر ایران شاهد ادامه اعتراضات دانشجویان بود. نیروهای بسیج در دانشگاه صنعتی شریف به دانشجویان دختر و پسر به خاطر رعایت نکردن تفکیک جنسیتی در سالن غذاخوری حمله کردند، اما با مقاومت دانشجویان روبرو شدند. در دانشگاه فردوسی مشهد هم دانشجویان به لباس شخصی هایی که از تجمع اونها فیلم برداری میکردن اعتراض کردن. بس شما داری فیلم میگین از ما؟ و اما در دانشگاه آزاد شهر رشت هم شماری از دانشجویان معترض پوستری از تصویر قاسم سلیمانی رو به آتش کشیدند. دانشجویان معترض به آتش کشیدن تصویر فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران رو اقدامی برای همراهی با خیزش سراسری و اعتراضی به کشتار و بازداشت جوانان معترض در رشت عنوان کردند. همزمان با ادامه این اعتراضات، سازمان حقوق بشری هنگاو اعلام کرد نگین عبدالملکی، دانشجوی 21 ساله اهل شهر قروه استان کردستان، 11 روز پیش در جریان اعتراضات مردمی در شهر همدان
در اثر ضرب و جرح نیروهای امنیتی کشته شده. نگین عبدالملکی دانشجوی ورودی سال 1399 در رشته مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی همدان بوده. بنابر این گزارش، نگین در تظاهرات چهارشنبه 20 مهر ماه همدان در اثر ضربات متعدد باتوم توسط نیروهای امنیتی به سر و جمجمه به شدت مجروح شده و پس از بازگشت به خوابگاه دانشجویی جانش را از دست داده. بنابر این گزارش، نیروهای امنیتی بعد از مرگ این دانشجو، ساکنان خوابگاه و خانواده عبدالملکی را تهدید کردند که دلیل مرگ او را خوردن کنسرو ماهی تاریخ مصرف گذشته عنوان کنند. پیکر این دانشجو تحت تدابیر شدید امنیتی در شهر قروه استان کردستان به خاک سپرده شده. دانشگاه‌های آزاد جهرم، دسفول، پزشکی زاهدان، همدان و بندرعباس هم روز یکشنبه شاهد تجمع اعتراضی دانشجویان و سردادن شعارهای ضد حکومتی بود. همراه هستیم با سویل سلیمانی، جامعه شناس و فعال حقوق زنان از واشنگتن. خانم سلیمانی، اعتراضات سراسری در دومین ماه خودش به سر میبره، اعتراضاتی که حکومت دائما مدعی پایان پیدا کردن اونه، اما هر بار شاهد هستیم که از جایی با شدت بیشتری دوباره شعله ور میشه، از خیابونها تا دانشگاه ها و از مدارس تا اعتصابات. فکر میکنید که این امکان وجود داره که نیروی محرکه این خیزش متوقف بشه؟ عواملی که باعث تداوم این اعتراضات شده ریشه در سرکوب 30 ساله حکومتی داره که از آزادی‌های شخصی، اجتماعی، سیاسی گرفته همه رو در به صورت سمبولیک در حجاب اجباری و نحوه اجرایی اون که حکومت برای اجرای اون تا کشتن هم پیش می رفته ما می‌بینیم. برای همین تمامی اعتراضات و خشمی که در این 40 سال برای مردم به وجود اومده در این اعتراضات همه ای اونها به بیرون میاد. از طرف دیگه ای هم حکومت خودش چرخه‌ای رو ایجاد کرده. بعد از کشته شدن مهسا امینی نه تنها اون اعتراض کننده ها رو به هیچ عنوان پذیرش نکرد، نه تنها حاضر به کوتاه اومدن نشد، بعد از مهسا نیکا رو کشت، بعد از نیکا و حدیث نجفی، بعد از اون اسرا پناهی و و و دخترای جوان و افراد خیلی زیادی رو با شلیک های مستقیم حتی در خیابون ها کشت. یعنی نه تنها حاضر نشد در مقابل این اعتراضات کوتاه بیاد و سخن و اونها رو بشنوه، خواسته اونها رو قبول بکنه یا حتی کوتاه بیاد، بلکه چرخه‌ای رو ایجاد کرد که مردم رو بیشتر خشمگین، مردم رو بیشتر برای آماده برای این اعتراض، برای این سرکوب ها بکنه. برای همین من فکر نمی کنم حتی این اعتراضات به این زودی قابل کنترل خواهد بود. خانم سلیمانی، ما شاهد هستیم دانشگاه‌هایی که یک دهه به سکوت و سرکوب رفته بودن ناگهان دوباره زنده شدن. به نظر شما دلیل این چیه؟ بذارید من اینجا با شما مخالفت بکنم که وقتی میگیم دانشگاه‌ها در سکوت بودن، من متوجه هستم ذهن ما اون دعواهایی که در اصولگرا و اصلاحات بود در جریان‌های 78 تا 88 در جنبش سبز، ما اونها رو ایدئال خود قرار دادیم و همیشه بر اساس اون میگیم که دانشجوها دیگه عکت سیاسی انجام نمیدن. این با این گزار من موافق نیستم، چون اعتراضات همیشه در دانشگاه‌ها ادامه داشته، فقط اون بی‌اعتمادی که
به اصولگرا و یا به اون گفتمان اصلاح طلب و یا جنبش های دیگه در ایران به وجود اومده بود، باعث شده که در زمین سیاسی حکومتی دانشجویان دیگه قدم بر ندارن و الا هر سال تا چند ماه قبل حتی اعتراض ها به مسائل صنفی، به مسائل جامعه مدنی مثل زبان، حجاب، خیلی چیزهای دیگه در اکثر نقاط دانشگاه ها این اعتراض ها ادامه داشته و ما حتی دیدیم که اولین قدم هم بعد از مسئله مهسا امینی از طرف دانشگاه ها و با اعتصاب ها شروع شد. خانم سلیمانی، 4 آبان 40مین روز درگذشت مهسا امینیه و فراخوان ها هم از همین حالا داده شده. به نظر شما چقدر این فراخوان ها، این مناسبت ها، مثلا مناسبت کشتار آبان 98 از این دست میتونه مؤثر باشه در ادامه اعتراضات؟ ممنون میشم اگر که کوتاه توضیح بدید. جنبش هستم یک حالت عجیبی به خودش گرفته. نه تنها گروه های مختلف از مردم برای دعوت به مردم فراخوان میدن، حتی محله ها هم خودشون شروع کردن به این فراخوان ها. یعنی این هر گروهی اگر قسمت کوچکی، افراد کوچکی رو بتونه بیاره و از طرف دیگه هم همونطوری که توضیح دادم یه چرخه ای هم از طرف حکومت به وجود اومده که مردم خودشون به این اعتراضات میپیوندن، همین باعث شده که به این نه تنها به مسئله 47 یا هیچ مسئله دیگه توجه نشه و به طور مداوم در این چند ماه این اعتراض ها ادامه پیدا بکنه و به نظر من هم این فراخوان ها و این اعتراضات ادامه دار خواهد بود. سبیل سلیمانی، جامعه شناس، سپاس از همراهی شما. و اما بر اساس ویدئویی که وبسایت هنگاو منتشر کرده، بامداد دوشنبه 2 آبان صدای تیراندازی شدیدی در سنندج شنیده میشه که خبر از تداوم اعتراضات مردمی در این شهر. شما همچنان بیننده پوشش ویژه ایران اینترنشنال از خیزش جهانی ایرانیان هستید. نگاهی دوباره کنیم به سرخط خبرها. واکنش گسترده معترضین به توییت مالی: خواسته ما پایان جمهوری اسلامی است، نه اصلاح آن. رابرت مالی به ایران اینترنشنال گفته نمیخواد به جای معترضین صحبت کنه. تداوم اعتراضات در دانشگاه‌ها: دانشجویان علیه علی خامنه‌ای و دیکتاتوری حاکم شعار دادند. نخستین روز اعتصاب در مدارس: معلمان در اعتراض به کشتن دانش آموزان تحصن کردند. و همزمان ادامه اعتراضات دانش آموزان در ایران: دختران معترض در مدارس و خیابان‌های ایران علیه حکومت شعار می‌دهند. اما اعتراضات دانش آموزی در شهرهای مختلف ایران به شکل مداومی جریان داره. دختران دانش آموز در شهرهای تهران، کرج و اصفهان نه تنها در داخل مدارس بلکه در خیابانهای شهر هم علیه جمهوری اسلامی شعار دادند.
و در ادامه اعتراضات دانش آموزی خارج از مدارس، دانش آموزان دختر شهر سنندج و اردبیل هم اعتراض خودشون رو به خیابون‌ها بردن. همزمان مدارس مشهد هم شاهد اعتراضات دانش آموزی بود. مدارس بوشهر هم مانند شهرهای دیگه شاهد تجمعات اعتراضی دانش آموزان بود. دختران دانش آموز شعار زن زندگی آزادی رو فریاد زدند. در چندین شهر ایران معلمان در واکنش به بازداشت و کشته شدن دانش آموزان از سوی نیروهای امنیتی اعتصاب کردند. معلمان به ویژه در استان کردستان و شهرهای کردنشین در شهرهایی مثل سنندج، سقز، مریوان، کامیاران، بانه و جمانرود از رفتن به کلاس‌های درس خودداری کردند. هفته گذشته شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در واکنش به سرکوب سیستماتیک اعتراض‌های مردمی از سوی جمهوری اسلامی در اطلاعیه خانه تحصن در روزهای یکشنبه یکم و دوشنبه دوم آبان شده بود. همراه هستیم با محمود احمدی، فعال کارگری از تورنتو. آقای احمدی، اعتصاب معلمان به نظر شما چقدر میتونه کمک کنه به خیزش سراسری مردم ایران؟ با سلام به شما و با سلام به بینندگان عزیز برنامه‌تون، فراموش نکنیم که این سومین فراخوان اعتصاب معلمان هست در عرض یک ماه گذشته در دفاع از خیزش انقلابی مردم برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی. باید هم در نظر داشته باشیم که این صرفاً فراخوان تحصن و اعتصاب معلمان نیست. این در واقع فراخوان تحصن دانش آموزا هست. این در واقع همبستگی خانواده با معلمان رو نشون خواهد داد زمانی که معلمان دست به تحصن میزنن، و بعد از طرف دیگه فضا رو آماده میکنه هرچه بیشتر برای اعتراضات سراسری و اعتصاب سراسری طبقه کارگر، و همچنین فضا رو هرچه بیشتر آماده میکنه، توازن قوا رو هرچه بیشتر آماده میکنه به نفع این خیزش انقلابی برای سرنگونی رژیم اسلام. آیا احمدی، به نظر شما چرا بیش از همه جای ایران در استان کردستانه که به دعوت برای اعتصاب معلمان پاسخ مثبت داده میشه؟ فراموش نکنیم ما داریم در ارتباط با کردستان سرخ صحبت میکنیم. فراموش نکنیم ما داریم در ارتباط با کردستانی صحبت میکنیم که از همون اول به قدرت رسیدن رژیم جمهوری اسلامی محکم و مستحکم جلوی رژیم جمهوری اسلامی از اون موقع و تا کنون ایستاد. فراموش نکنیم داریم از کردستانی صحبت میکنیم که مهسا و ژینا عزیزمون در اون کسی که در واقع از سقه در سقز پرورش پیدا کرده توسط رژیم جمهوری اسلامی به طور وحشیانه به قتل رسید. فراموش نکنیم داریم راجع به سنندج سرخی صحبت می‌کنیم که هم اکنون هر روزه در جنگ با رژیم جمهوری اسلامی.
بازم فراموش نکنیم داریم از جوانان محلات سنندج صحبت میکنیم که زمانی که فراخوان میدن، فراخوان اخیر که عملا دادن، از این دارن صحبت میکنن که جامعه باید از اعتراضاتی که همکنون در جریانه وارد یه شیفت دیگه، شیفت سازماندهی بشه، و از این صحبت میکنن که باید شوراهای محلات و شوراهای محیط زیست شکل بگیره. این کردستانه و طبیعیه که معلمانی که در کردستان هستن جدا از این جامعه نیستن و طبیعتاً در کردستان ما با استقبال‌های بیشتری از معلمان در ارتباط با احسان روبرو است. بله همینطور، البته بسیاری از شهرهای کردنشین بالاخص سنندج در تمام این شبها شاهد اعتراضات مردمی و خیابانی هم بوده. ممنونم از شما آقای محمود احمدی که با ما همراه بودید. خواهش. با گذشت یک ماه از شروع اعتراضات سراسری، هنوز مردم در ایران به شیوه های مختلف به اعتراضات خودشون ادامه میدن. در این روزها شیوه جدیدی از سوی دختران جوان ابداع شده که بدون داشتن روسری در خیابان و اماکن عمومی، شکلات های مزین به شعار زن زندگی آزادی رو به شهروندان اهدا میکنن. برای توی کوچه رقصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبال گرد و آرزوهاش. در اوج بازداشت ها و آزار و اذیت خیابانی، دختران و زنان با برداشتن روسری هاشون در خیابان ها و مراکز تفریحی قدم میزنن. و شعار نویسی هایی که همچنان بر دیوارهای شهرها ادامه داره و تلاش برای پاک کردن اونها از سوی نیروهای حکومتی و امنیتی. مشهد یک آبان، نه به جمهوری اسلامی. یک آبان، دیوارای شهر در تهران. تماما شعار نویسی شده و شهرداری هم پاک میکنه. همچنین مثل شبهای گذشته، شهروندان پشت پنجره خانه هاشون با شعاردهی اعتراض خودشون رو ادامه دادند. یک آبان تهران، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر دیکتاتور، زن زندگی آزادی. در ادامه حمایت ایرانیان خارج از کشور از اعتراضات مردم در داخل ایران علیه جمهوری اسلامی، یک شنبه 1 آبان ایرانیان در تعدادی از شهرهای جهان تجمع و راهپیمایی اعتراضی برگزار کردند. پیمای ایرانیان یک شنبه اول آبان بخارست. با این که دوری محوطن، با این که دوری محوطن، با
پشت شما این هموطن، با این کنونی آزادی، پشت شما این هموطن، زندگی آزادی، تجمع ایرانیان مقیم کره جنوبی در حمایت از مردم ایران جلوی دفتر ریاست جمهوری کره 23 اکتبر 2022. و اما به دنبال توجه این روزهای رسانه‌های بزرگ دنیا به تحولات ایران، روز یکشنبه علاوه بر خیزش جهانی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی، فروش پهپاد و کمک‌های نظامی جمهوری اسلامی به روسیه در جنگ با اوکراین موضوعاتی بود که بسیاری از رسانه‌های مهم آمریکایی به اونها پرداخته بودند. وال استریت جورنال به فراخوان‌های اتحادیه‌های کارگری و معلمان ایران برای اعتصابات در تأسیسات نفتی، مدارس و کارخانه‌ها اشاره کرده. والستریت جورنال گفته این اعتصابات به تظاهرات ضد جمهوری اسلامی کمک میکنه تا شتاب خود رو حفظ کنند و جبهه دیگری رو در اعتراضات در داخل کشور باز کنند. به نوشته این رسانه آمریکایی، جمهوری اسلامی با نظارت و دستگیری کارگرانی که اعتصاب میکنند و در تظاهرات حاضر میشن، تلاش میکنه جنبش کارگری رو سرکوب کنه. روزنامه نیویورک تایمز هم با گفتگو با یک خلبان اوکراینی به تجربه خسته کننده و دشوار ردیابی پهپادهای ایرانی در آسمان شهرهای اوکراین پرداخته. بنابر این گزارش، روسیه از هواپیماهای بدون سرنشین برای فلج کردن زیرساختهای برق و گرمایش در شهرهای اوکراین به امید تضعیف روحیه مردم در این کشور استفاده میکنه. نیویورک تایمز به مصاحبه هم از مشاور وزیر دفاع اوکراین اشاره کرده و گفته پهپادهای شاهد 136 پر سر و صدا و کند هستند و گاهی رادارها رو در تشخیص اونها از کامیون و سواری ها دچار مشکل میکنند. بنابر این گزارش، ارتش اوکراین تا به حال موفق شده 70% این پهپادها رو سرنگون کنه. همراه هستیم با امید معماریان، روزنامه‌نگار از دیترویت. آقای معماریان، ایرانیان خارج از کشور در دومین حرکت عظیم اعتراضی و همبستگی خودشون با خیزش مردم ایران بسیاری توجهات بین‌المللی رو جلب کردن. اثر چنین راهپیمایی‌های بی‌سابقه‌ای بر دولت‌های غربی و همینطور بر افکار عمومی و عناصر تأثیرگذار جهانی چقدر مهمه به نظر شما؟ به نظرم خیلی مهم هستش، به خصوص تصمیم برای اینکه این گرد همایی در شهر برلین انجام بشه. به نظرم از نظر استراتژیک، از نظر راهبردی بسیار تصمیم مهم بود. ما در آمریکا و کانادا به هر حال این دو کشور با ایران ارتباط سیاسی ندارن و ایرانیان در کانادا و آمریکا راحت‌تر میتونن که مقامات سیاسی رو متقاعد کنن برای فشار گذاشتن دولت ایران، ولی در اروپا بسیاری از کشورها رابطه سیاسی، اقتصادی و در حوزه‌های مختلف به هر حال رابطه دارن و ما در طی هفته‌های گذشته شاهد بودیم. من خودم با چند نفر از کسانی که در درگیر سیاست اروپا هستن صحبت کردم، اینا میگفتن که حتی احزابی که به طور سنتی طرفدار حقوق بشر، حقوق زنان و مسائل از این دست هستن، یه خورده صندلی عقب رو در واقع انتخاب کردن و در جلو نیستن و پیشگام نیستن در خصوص اینکه همراه باشن با معترضان در ایران. دلیل عمده‌اش رو در واقع میدونستن که دست اروپا با موضوع اوکراین خیلی پر هست و نگران این هستن که یک جبهه جدیدی از تنش و اینها ایجاد بشه. بنابراین انتخاب برلین برای چنین کاری بسیار مهم بود. این کشور دموکراتیک به هر حال توجه مردم، توجه رسانه‌های این کشورها به خصوص آلمان جلب شد به این موضوع، توجه جامعه مدنی این کشورها جلب شد به این موضوع و بنابراین از این جهت فشار سیاسی خوبی رو میتونه ایجاد بکنه در خصوص اینکه سیاست‌مدارای کشورها در تصمیماتی که در خصوص با ایران میگیرن به هر حال این اعتراضات رو مورد توجه جدی قرار بدن. برای از این جهت به نظر من خیلی مهم بود و پوشش رسانه‌ای هم نشون میده که به هر حال این صدا کاملا رسیده.
آقای معماریان، رسانه‌های غربی شاید در هفته‌های اول شروع این خیزش سراسری و حتی اعتراضات قبل‌تر در سال‌های گذشته توجه کاملی به این خیزش‌ها نداشتن، اما بعد از تظاهرات 150 شهر و راهپیمایی برلین به وضوح توجه رسانه‌های جهان به نفع این خیزش تغییر کرده. نظرتون در این باره چیه؟ همینطور هست. در هفته اول به هر حال توجه کمتر بود، ولی ویژگی های منحصر به فردی که اعتراضات سراسری اخیر در ایران داشت به نظر من باعث شد که به سرعت این توجه جلب بشه و رسانه های جهانی تیم هایی رو مستقر بکنن و به صورت جدی به پوشش این خبرها بپردازن. به هر حال نسلی که در خیابونا هستش، اون درخواست هایی که وجود داره و همچنین ماهیت این اعتراضات که به هر حال برمیگشت به موضوع زنان و با این، یعنی جرقش خورده شد و رفت به سمت این که به صورت سراسری مردم خواهان رفتن رژیم بودن، رژیم هستن و اینکه مرگ بر خامنه ای میگن، مرگ بر دیکتاتور میگن. اینها یه چیزایی بودش که به هر حال نه تنها به حال از داخل مرزهای ایران گذشت و به رسانه ها رسید، بلکه جامعه مدنی و مردم کشورهای مختلف از جمله آمریکا و اروپا رو به هر حال به خودش جلب کرد و بسیاری از شخصیت های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی و در حوزه های مختلف افراد، خود شما بارها گزارش کردید، اینا واکنششون دادن. این مسئله که به هر حال یک مسئله فراگیر شده، دومینویی شد که توجهات به اعتراضات سراسری جلب بشه، خودش باعث شد که به هر حال اون میزانی که رسانه بهش می‌پردازن افزایش چشمی داشته باشه. و حرف شما درست هستش، تا حالا سابقه نداشته که ما در خصوص اتفاقاتی که در یک کشور مثل ایران میفته یا مثلا مصر میفته اینها، ما این همه توجه داشته باشیم و به نظرم در نوع خودش در منطقه بی سابقه هستش. امید معماریان، ممنونم از همراهی شما. اعتراض ایرانیان علیه جمهوری اسلامی به موزه کوگنهایم نیویورک و هفته مد ونکوور هم رسید. تصاویری از آویخته شدن بنرهای منقش به تصاویر مهسا امینی و شعار زن زندگی آزادی در داخل موزه گوگنهایم در نیویورک در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که با هم ببینیم. و در انتهای برنامه هم بیننده یک هنر اعتراضی هستیم، رقص نیلوفر، رقصنده ایرانی مقیم آلمان با آهنگ برای شروین حاجی پور. برای توی کوچه رقصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبال گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولیعصر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگ‌های. ممنون از همراهی شما. تا دقایق دیگه با بخش بعدی پوشش ویژه ایران اینترنشنال از خیزش جهانی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی با شما خواهیم بود. با ما بمانید.